بیننده اقتصاد بازار هستین با من سیما قیاسی از اسدوی ایران اینترنشنال در لندن ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی رکود گسترده در صنعت ساختمانسازی ایران میزان ساخت خانه در ده سال گذشته همواره از نیاز بازار کمتر بوده تشدید بحران دارو در ایران تولید دارو در کشور سی درصد کاهش یافته رسانه ها از نبود ارز برای تولید دارو خبر دادند. برای سی های روزنامه دنیای بانکیر خ... بیننده اقتصاد و بازار هستین با من سیما قیاسی از استودیو ایران اینترنشنال در لندن ابتدا سرخط خبرهای اقتصاد رکود گسترده در صنعت ساختمان سازی ایران میزان ساخت خانه در ده سال گذشته همواره از نیاز بازار کمتر بوده تشدید بحران دارو در ایران تولید دارو در کشور سی درصد کاهش یافته رسانه ها از نبود ارز برای تولید دارو خبر دادند بررسی های روزنامه دنیای اقتصاد نشان میدهد در یک دهه گذشته همواره میزان تولید مسکن کمتر از حد اقل نیاز بازار بوده. بر اساس این گزارش در سال 1402 بیش از 460 هزار واحد مسکونی ساخته شده در حالی که حداقل نیاز بازار ساخت سالانه 560 هزار مسکن. این در حالی است که به نوشته دنیای اقتصاد مطابق وعده دولت قرار بود تا یه دو سال گذشته در مجموع دو میلیون مسکن در سال احداث شود که مجموع آنچه در این سالها احداث شده فقط 880 هزار واحد بوده. رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید تصور می شود بازار مسکن به رونق نسبی برسد اما امسال از پارسال وضعیت کسادتر شده. به گفته کیانوش گودرزی با توجه به قیمت‌های بالای مسکن معاملات به رکود رسیده و مردم نمی توانند خرید و فروش یا پیش خرید کنند. بر اساس برآورد رئیس اتحادیه ی مشاوران املاک خروج مسکن از رکود حدود یک سال دیگر طول می کشد. البته مشروط به اینکه بازاری برای مسکن به وجود بیاید و قیمتها دچار جهش نشود. نتایج گزارش شاخص مدیران خرید بخش ساختمان نشان دهنده رکود عمیق در صنعت ساختمان در تیر ماه امسال است. بر اعلام اتاق تعاون ایران و با جنبندی نظرات ده شرکت ساختمانی بزرگ انتظار می رکود رو در بخش ساختمان بیشتر شود. در این گزارش تصریح شده میزان سفارش های جدید مشتریان در تیرما به پایین ترین میزان خود طی 20 ماه گذشته رسیده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند وقتتون بخیر جناب علوی سپاس از همراهیتون دلایل کاهش این سرمایه گذاری و رکود در بازار مسکن ناترازی بین ساخت و ساز چی میتونه باشه چه دلایلی هست ابتدا با توجه داشته باشیم که مسکن یک کالای دوگانه است یعنی از سوی یک کالای مصرفی است برای خانوار که حالا یا به اجاره یا اینکه اون رو میخره و برای سازنده یک سرمایه گذاری بلند مدت چرا برای اینکه تولید مسکن زمان طولانی رو برای سرمایه گذافی رو طلب میکنه و در نتیجه این بازار به دلیل این ساختاری که داره بسیار متاثر است از اون بی ثباتی، سیاسی اقتصادی و سیاست و از قضا تمام این سه متغیر در اقتصاد ایران بوده از این جهت که در شرایط نجنگ نسل و سیاست که بی ثبات بوده و همزمان تورم افسار گسیخته و بیکاری که باعث شده قدرت خرید خانوار بیاد پایین موجب شده اولا سرمایه گذار تمایلی نشان نمیده به سرمایه گذاری به دلیل اون عدم اطمینان و ناامنی که وجود داره و از طرفی به دلیل اینکه خریدار یا مصرف کننده قدرت خریدش به شدت کاهش پیدا کرده حالا یا به دلیل تورم یا بیکاری یا ترکیبی از اینها و گران شدن مسکن به دلیل با به و از طرف دیگه مسئله مساله ساختمانی که هر ساله بلکه هر ماه گران شده این موجب شده که سرمایه گذار تمایی رو نشون نمیده و اگر تولیدی هم بشه مصرف کننده قدرتی نداره بخره در نتیجه ما شاهد این ناترازی در عرصه بازار مسکن است حالا چقدر میشه امیدوار بود که این رکود برطرف بشه چه ضرورت حیاتیه خب اگر دلایل اصلی این ناترازی بازار مسکن بی ثباتی سیاسی سیاست گذاری و تورم افسار گسیخته باشه قاعدتا در صورتی بازار مسکن به تعادل میرسه که ما شاهد ثبات باشیم در عرصه کلان یعنی اینکه این شرایط نجنگ نه صلحی نه که تورم انتظاری رو شدت میده سرمایه گذار نمیدونه که آیا با سرمایه گذاری بکنه یا نه خریدار نمیدونه با چه کار بکنه آیا باید از بانک قرض بگیره و بانک هم یک در واقع کارکرد مخربی داشتن در این ترکیبی که با سیاستگذاری و ناامنی اقتصادی دار. بنابراین در شرایط فعلی ما چشم نداریم که این متغیرها بهتر بشه نه اینکه سیاست بهتر بشه یا فرزند ثبات سیاسی اقتصادی در سطح قدرت خرید بالا بره چرا برای اینکه تورم در سطح بالا وجود داره و افزون بر این ما شاهد این نیستیم که اشتغال زیادی در بازار کار باشه بنابراین شرایط به شکل قفل شدگی است و انتظار نمیره با توجه به ساختار متسلب سیاست و اقتصاد در ایران ما شاهد دیگرگونی در آینده نزدیک باشیم ممنون از شما احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم معاون اجرایی مسعود پزشکیان از کاهش سی درصدی تولید دارو در کشور خبر داد. جعفر قائمپناه گفته تغییر نرخ ارز ترجیحی از 4200 تومان به 28500 تومان نیاز تولید کنندگان به نقدینگی را هفت برابر افزایش داده. قائم پناه همچنین گفته سیاست های انقبازی بانک مرکزی مانع تأمین منابع مالی دارو شده. روزنامه وطن امروز نیز نوشت قطعی برق دو روز در هفته سایت های تولید دارو مشکل کم بوده ارزه را به دنبال خواهد داشت به نوشته وطن امروز در پی نوسانات ارزی تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه دارو با چالش مواجه شده مولود حاجزاده روزنامه نگار اقتصادی از نروژ همراه ما هستند وقتتون به خیر خانم اه... حاجزاده وضعیت بازار دارو داره وخیمتر و وخیمتر میشه چه اطلاعات بیشتری در این باره داریم؟ بحرانی که صنعت دارو بهش دوچار هست امروز حداقل دو سه ساله با مسئله تامین نقدینگی گره خورده به طور مستقیم که این مسئله تامین نقدینگی هم در حوزه ریالی و هم در حوزه ارزی بوده در حوزه ریالی الان چند سال هست تولید کنندگان مدام بر این تاکید میکنن که برای در زمینه تامین تسهیلات از طریق بانک ها دچار مشکل هستن سیستمی که خب تقریبا در همه حوزه های تولیدی باش مواجه هستن با این مشکل در حوزه تامین ارز هم طور که شما اشاره کردید بعد از اینکه خب ارز 4200 تومانی حذف شد خب یک رشد قیمت مضاعف رو در حوزه تامین مواد اولیه و ارز اون داشتیم در حوزه دارو و بعد از اون که قیمت حالا 28500 تومانی رو در نظر گرفتن اون هم شاهد این هستیم که مثل سایر کالاهای اساسی از سال گذشته تولید کنندگان این صنعت هم در تکاپو هستن که بتونن این ارز رو تامین بکنن ارزی که تولید کنندگان بارها برش تاکید کردن که به رغم وعده های دولت به موقع حداقل اقتصاد ساده نمیشه اما اساسا این صنعت بحران میشه گفت براش در زمانی خیلی به صورت مضاعف شروع شد که شعار مخرب خودکفایی تحمیل شد به این سن از زمانی که به بهداشت واردات داروها بسیار از داروها رو ممنوع کرد و گره زد تمام تولید داخل رو به تولید کنندگان داخلی که خب حالا همینطور که عرض کردم بحران نقدینگی ریالی به ارزی دارن و نهایتا منجر به این شده که ما الان چند سال مکرر در زمینه گرانی کمبود دارو و همه اینها مشکلات ادامه داره بدون هیچ راهکاری این روند خانم حاجزاده چه تاثیر میذاره رو حوزه بهداشت و درمان در ماهای پیش رو خب قابل پیش بینی هست که با تداوم این مشکلات ما در مخصوصا از نیمه دوم سال با مسئله گرانی کمبود دارو با روند مضاعفی روبرو بشیم کما اینکه شما هم اشاره کردی بحث مسئله تامین برق هم خودش این فشار رو دوچندان خواهد کرد بخش همه بخش های تولیدی امروز تقریبا درگیر مشکل قطعی برق هستند که خب این اساسا روی تامین و روند تولیدشون اثرگذار هست تولید کنندگان در این حوزه در حوزه صنعت دارو یا نهایتا باید واحد تولیدشون رو تعطیل بکنن یا دارو رو گرانتر بکنن نتیجهش هم حالا یک بودش بخش تولید هست و بود دیگه بحث مصرف کننده است که باعث میشه که یک سری کالاها یک سری کالاهای اساسی در قالب داروها از دسترس مردم یا از دسترس جامعه خارج بشه ما میدونیم که دارو و بخش اساسا بخش بهداشت و درمان بعد از حوزه مسکن بعد از حوزه خوراک سومین بخش سهم رو در ثبت هزینه خانوارها داره برای این قابل پیش بینی هست که با تداوم این روند که رو گفتم هنوز هیچ راهکاری براش نمی‌بینیم در نیمه دوم سال علاوه بر احتمال افزایش قیمت دارو کمبود دارو فشار مضاعفی هم به خانوارها به واسطه این فضایی که داره ادامه پیدا میکنه روبرو بچین ممنون از شما مولود حاجیزاده روزنامه اقتصادی از نروژ. نگاهی به چند خبر کوتاه اقتصادی خبرگزاری ایلنا گزارش داده به دلیل استفاده از مواد غذایی ناسالم در مجتمع پتروشیمی کاویان از سلوی 180 نفر از کارکنان این مجموعه دچار مسمومیت غذایی شده و یکی از کارگران به نام رامین گلستانی جان خود را از دست داده همچنین دست کم ده نفر دیگر از کارکنان همچنان در بیمارستان بستری هستند. گزارش ها حاکی از ادامه اعتصاب پرستاران در نوراباد ممسنی اسفهان یزد و عراک. یکی از پرستاران یزد به ایران اینترنشنال گفت برخلاف اطلاعاتی که منتشر شده پرستاران در یزد همچنان در اعتصابند. همچنین گزارش ها حاکی از ادامه اعتصاب پرستاران عراک. از نهم مرداد ماه پرستاران در کرج، شیراز، فساد، جهرم، تبریز، زنجان، اهواز، باغملک و اسلام غرب به اعتصاب پیوستند. و ما پرستاران بیمارستان های شیراز با انتشار بیانیه ای اعلام کردند به اعتصاب خود پایان می دهند. آنها تاکید کردند اگر خواسته هایشان محقق نشود اعتصاب را از سر می گیرن. پایان یافتن برخوردهای امنیتی نیروهای حراست با اعتساب کنندگان از جمله خواست پرستاران بوده اونها همچنین شرط گذاشتند از ابتدای شهریور باید اضافه کاری ها و معوقه آنها طبق تعرفه نظام پرستاری اجرا شود همچنین از استانداری و دادستانی خواستن مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز که موجب این وضعیت هستند را شناسایی و برخورد قانونی سپاس از همراهیتون با من و همکارنم در بخش اقتصادی ایران اینترنشنال